بپرسد آیا اسلام دین صلح یا دین جنگ، ما چی باید جواب بدیم؟ رجوع میکنیم به قرآن. میبینیم در قرآن هم دستور جنگ رسیده هم دستور صلح رسیده. آیات زیادی راجع به جنگ با کفار و مشرکین داره. و قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. و آیات دیگر در باب صلح هم به این جنحو للسلم فجنح لها، اگر تمایل به سلم و صلح نشون دادن هم تمایل نشون بدیم. خب یه جا هم باز دستور صلح هست، یه جا میگنات و صلح خیر و صلح بهتر است. پس اسلام دین کدوم یکیست؟ اسلام نه صلح را به معنی یک اصل ثابت میپذیرد که در همه شرایط صلح ترک مخاصمه، صلح ترک مخاصمه، و نه در همه شرایط جنگ را میپذیره، میگه همه جا جنگ. یه امریست که اصلا خود صلح و جنگ در همه جا تابع شرایط است، یعنی تابع اون اثرش که ازش گرفته میشه. مسلمین چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضرت امیر، چه در زمان امام حسن و امام حسین، چه در زمان ائمه دیگر، چه در زمان ما، در همه جا باید دنبال هدف خودشون باشه. هدفشون اسلام است، مسلمین است، حقوق مسلمین است. باید ببینم که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر با مبارزه بهتر به هدفشون میرسن و با مقاتله بهتر به هدفشون میرسن. بدون رابطشون اگر احیانا تشخیص میدهن که با ترک مخاصمه بهتر به هدف خودشون میرسن، اون را باید بشن.